بفرمایید. سلام. سلام علیکم. درواز کن. چرا مثل دوزده آمده تو؟ چون دوزدم. مراقب گوشیم باش. تو هم مراقب گوشیم باش. دو دستی بگیر. آقا سلام علیکم، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. طبق قولی که داده بودم اومدیم که اتاقمو، جایی که عملا اکثر روز توشمو بهتون نشون بدم. کارم حل کارم برای میدونیم ما کار زیاد داریم. خفه شو بابا. امروز اومدم بهتون نشون بدم، عرضم به حضورتون که ببینید چیا دارم. من از دفعه قبلی که روم تور گذاشتم، در واقع آخرین بار هوم تور گذاشته بودم که اتاقم نشون دادم و این داستانا، و از اون موقع به بعد خیلی چیزا تغییر کرده. سیستم جدید گرفتم، اتاق خیلی عوض کردم، دکوراسیون مکالاسیونشو، هم دیوارا که حالا دیگه مثلا این قسمت رو کلا بچا بک‌گراند داستانمونه که هر روز می‌بینید، ولی این تا حالا بچا اصولا توی کادر نیست. بله بسیار دست این تابلو رو من خیلی دوست دارم، خیلی خفنه این رنگایی که چیز شده. و اینجا رو بیا نشون بده، یه حالت یک آدمکیه، ترسناکه یکم. نگاه اینجا مثلا نگاه شبیه یه روباه خیرز چه ملخ. تو چجوری ملخ دیدی الان؟ آخه مثلا شبیه ملخ. چرا تو خونه کلا پوشیدی؟ شما مثل کامنت ها شدی؟ آفتاب لامپ اذیت نمیکنه. این گیتارم که بچه جدیدن، حالا من گفتم توی ویدیوهای دیگه میری با آواز چیکار کنیم، توی ویدیوهای دیگه هم بچه راجبش صحبت کرده بودم که دارم یاد میگیرم. فعلا اینو بلدم. اینو ببر ادیتور کار بزن رینم خندم برکنی. بچه گوش کنید، این آهنگ برای خیلی هاتون صدق میکنه. ریدم ریدم ازم ادیتور همه اینا رو پاک کن. در مورد گیتارم دارم کلاس میدم، البته کلاسامو یکم تغییر انداختم. بچه خیلی سرم شلوغه، هم چنل دو هست هم این چنل هست، همین اوزای اینترنت و این قضایا همه دست و دست هم میده که اصولا شما شاید باورتون نشه ما در هفته مثلا میگم 7 ویدیو رکورد میکنیم، این هفته ازش تهش 3 تاش در میاد میره توی چنل، بقیه همه داغون میشه، نمیدونم میریم، نمیدونم یا سوخت میخوره، نمیدونم یا اینترنت خرابه نمیشه فلا. خلاصه بر همین دلیل اینکه یکم فعالیت کم شده اینه، خیلی وضع سخته، آپلود دانلود ها خیلی سخته، اینترنت دیگه خودتون میدونید. بچه ها من کفم حتی پارکت کردم، موکت بود قبلش، فکرم دیده بود تو بک‌گراند دیده میشد، صرفا فقط واسه بک‌گراند. محیط خیلی سکسی میشه و کلن چیه؟ سکسی یعنی جذاب. مثل اینه که مثلا تو مدرسه معلم میگه ارضا، بعد همه اینجوری چی معلم چرا پیاده می وای وای داداش، ارضا یعنی رضایت. شما بیشوری، شما به ویوه که خوش نمیده. خب حالا من چون بریم سر اصل داستان اتاق، یعنی اینا همه میره به این سمت دام زهازی، این میز و این میز در واقع این امکانات حاصل دقیق بخوام بگم حاصل 2 سال جر خوردن باسن بنده هست که به اینجا رسیده. از روم تور قبلی اگه یادتون باشه، خیلی وقت پیش هم نیست، 2-3 ماه پیش روم تور قبلی، نه 2-3 ماه پیش که نه، 6 ماه پیش بخوام دقیق بگم، 2-3 ماه پیش که اصلا فعالیت نداشتیم تا قبل اون 2-3 ماه دیگه، 5-6 ماه پیش کیسی که من داشتم مال همون اوایلی بود که یوتیوب شروع کرده بودم و الان کیس جدید گرفتم. این اینجوری چرا من از اون موقع مراقب گوشیم هم اینجوری هست. بیا نشین، بیا تنبل نباش، ببین کیس زیبا رو از اون ور توشو ببین، نشون بده چقدر خفنه. آشاقا یکم ببر بالاته. جون بچه ها مشخصات کیس رو حالا من کلن حالا توی دیسکریپشن هم اگه بتونم توضیحاتی که لازم باشه رو می‌نویسم. مشخصات کیس GPU RTX 3080 تاف گیمینگ 12 گیگه،
سی پی یوش هم اینتل 12900 i9 12900 کای i9 12900، یعنی دیگه رفتم ته سیستمو گرفتم. البته تهش همینه، ولی خب تهشو گرفتم یه حالتی که به قول معروف تا 4-5 سال دیگه انشالله برام کار کنه. بچه ها نگم براتون، من یک بازی میخواستم رکورد کنم پاره میشم. خودتون دیده بودید که مثلا اکثر مخصوصا بازی ترسناکا عملاً همش افی استراب، نگران از اینکه پراپ نایت میرفتیم همش من افی استراب داشتم، لگ داشتم. سخته هم بازی کنی هم رکورد کنی، واقعا اون پی سی بدبخت نمیکشید. حالا اینجا رو گوش کنید، این مانیتور جذاب خفن که حالا بهش میرسیم و این دوربین، همه اینا زمانی میشد ازش استفاده کرد که این میبود، یعنی تمام اینا برای نه ببخشید، یعنی جواد خیابان من رئیسی خلاصه داشتم میگفتم بچه ها، عملا فکر کنید بدون این مانیتور، مثلا با این مانیتور من مثلا میگم تو وارزون 2 250 مثلا 300 مثلا FPS میگیرم، با این مانیتور 150 160 170 تا، یعنی این نزدیک 100 تا 150 تا FPS ازم کم میکنه همین مانیتوره، چون مانیتور 4K و 49 اینچه و 250 هرتز هم هست، چی 240 هرتز هم هست. و این مانیتور من اولین بار توی روم توره که اکسر دیدم، روم تورش نبود ببخشید، آنباکسینگ بود، اصلا ویدیو رو اختصاصا واسه این ساخته بود و اون نسخه قبلی اینه، یعنی اونی که آلیوی اکسر داره 140 هرتز شد و اینو دیدم عاشقش شدم. خلاصه از همون موقع ترایارد کردم سر همین، یعنی این تو ذهنم بود که اینو من یه روزی میخوام بخرم و گرفتمش. اصلا عشق میکنی ببین، اصلا ببین میشینیم تو میبینی من اون چی اینزا مثلا تو وارزون قشنگ چیته همه تو رو میبینی و مثلا چی بهتون نشون بدم، یه چیزی بخوام چی نشون بدم، مثلا اینا همه 4 ساعته میگه بالا بیاد پشتشو نشون بده، پشت این مانیتورات نشون بده، اونجا خیلی برمیخت از پر سیم او بسم الله الرحمن الرحیم. خب حتی پشتش خیلی سکسیه، حتی خیلی سکسیه جوان. ببین بس اینجا هم یک دونه برای هدفون داره، منتها پشتش خب اصلا خودم پشتش رو هیچ وقت نمی‌بینم عملا، نمی‌دونم می‌دونی، ولی خب خیلی خفنه. این از این اوت دوش فیلم بردار حرفی داریم، ما فیلم بردار حرفی. راجع به دوربین بگم بچه ها، دوربین رو همین یه هفته پیش خریدم و احتمالا دیدید دیگه از 4-5-6-7 تا ویدیو اخیر یهو کیفیت خورمادر زیاد شد، اصلا خیلی خفن. اصلا جدا از کیفیتش بچه ها، من قبلش با همین گوشی که الان میازه اولترا دارم، من شیائومی و دست منه بله، و با اون من رکورد میکردم. یکی از بدیاش کاری به کیفیتش ندارم، یکی از بدیاش این بود که بالاخره گوشی شما باید یه فایل رو رکورد میکنی میریزی تو کامپیوتر، مشکل اساسیش اینه که فایل مثلا یه فایل یک ساعته نزدیک به 30 گیگ میشه 20 گیگ میشه، خب من باید همه رو رندر بگیرم دوباره نمیدونم فلان بسار، خیلی اصلا اذیتی زیاد داره. ولی این همینج میزنی میندازی تو OBS و تمام. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، واسه کسایی که حالا شاید سوال داشته باشن، این کارت کپچر کم لینکه بچه‌ها، کارت کپچر نیست، کم لینکه الگاتو، کسایی که حالا خواستن مثلا حالا سوال براشون، چون من خودم مثلا برای خود من سوال بود بچه‌ها که دوربین و اینا چجوریه، مثلا زنگ می‌زدم به این دوربین فروشی‌ها، مثلا سایت‌ها سایت‌ها مثلا طرف میگفت شما واسه اینکه بخوای فیلم برداری کنی باید دوربین فیلم برداری بگیری، حالا دوربین فیلم برداری چنده، مثلا 200 میلیون تومان میگفت اینا بیشتر از 5 دقیقه رکورد نمی‌کنه. اگه شما هم همچین چیزی مثلا تو ذهنتونه بدونید بچه‌ها، وقتی این کارو کنید بزنیدش به کامپیوتر، کل سیستم عملا سیستم دوربین میاد رو کیس، خب و شما وقتی رو OBS بازش میکنید، بذارید براتون بازش کنم ببینید. ببینید بچه ها، شما وقتی اینجوری توی چیز بازش کنید رو OBS میفته، گیم هم میندازید این ای سلام سلام گیم هم میندازید این وقت و عملا ایزی میاد تموم میشه، میندازید توی به قول معروف نه رندری میخواد نه بساری میخواد و زیدی تمامش. در مورد دوربین هم بگم بچه، دوربین سونی A6400 آلفا و آها لنز سیگما 35 میلیمتر f1.4. این لنزی که من گرفتم واسه این عملا مخصوص ساخته شده، عملا واسه کارهایی که من انجام میدم، دوربین از نزدیک، فیلم برداری از نزدیک یا مثلا عکاسی از نزدیک، فاصله نزدیک و این داستانا، و کاملا پشت رو محو میکنه موقع فیلم برداری عکاسی. در مورد هدفون دستمال کاغذی هم صحبت کنیم. دستمال کاغذی بسا هر شخصی
بیشک پسرها البته نیاز دارن به یه دستمال کاغذی که رو میزشون باشه کار شخصشون انجام بدن، مثلا دماغشون رو پاک کنن، مثلا میدونی مثلا چای میریزی به روز میریز میدونی؟ بله میکنم. ولی دختران سرا نیاز ندارن دستمال کاغذی چون آستین دارن. آستیناشو دیدیم تا اینجا زمین مادن به خودش تو همون رونتور قبلی هم بود. بچه این هدفون بی نظیره ولی خب قیمتش هم واقعا خیلی بی نظیر روز شده. من نمیخوام راجع به قیمتش حرف بزنم ولی این هدفون که کارت صداش هم داره، حالا تو رونتور قبلی هم اینو من داشتم بهتون نشون دادم. ببینید این از اینجا باتری میخوره، اینجا باتری میخوره و از این طرف یه باتری دیگه هم اینجاست. اون تموم بشه اینو با این عوض میکنیم و این باتری هم اینجا شارژ میشه و کارت صداشه و اولا اصلا نگم خیلی فوق العاده است، اصلا تا 10 ساعتم رو گوشتون باشه اصلا اذیتتون نمیکنه. این دسته PS5 این که هیچی و بعد از اون میرسیم به چی؟ این که کارت صدامه. آها این گوگولی بچه‌ها. من اینو همین خیلی وقت پیش گرفتم. خیلی وقت پیش چند کی گرفتم؟ 7 6 7 6 7 ماه پیش. شارژر وایلس مال شیائومی هم هست بچه‌ها، تا 80 وات پشتیبانی میکنه. اینجوری که میبینی شارژ میکنه خیلی زیبا جذاب. البته اینو برای گوشی خودم خریدم، نمیدونم چرا گوشیتو میذارین اینجا کسی پیش. بچه این میکروفونم هم فکر کنم تا چند روز دیگه عوضش کنم، خیلی یه جوری شده. این پایش که شکسته به کنار، خودش شکسته، پایش نشکسته از اینجا، خیلی اذیتم میکنه. احتمالا میخوام هایپر ایکس بگیرم زیاد، حالا کاری به اون ندارم. و راجع به موس بچه، اگه دنبال یه موس خیلی سبک واسه کارهای مثلا بازی های شوتر، خلاصه موس های سبک دوست دارید خوش دست اینا، گلوریوس موس گلوریوس رو بهتون پیشنهاد میکنم. کیبورد هم که بچه همون HP اومن قدیمه، از همون اول داشتمش، خیلی دوستش دارم، برای همین عوضش نکردم. چیزی که خوب باشه رو هیچ وقت عوض نمی‌کنی داداش، می‌دونی؟ دلم کنده یه داداش، چیکار کنم؟ مثل موس. موسمو من دیگه هیچ وقت عوض نمی‌کنم تا زمانی که خراب بشه، یا کیبوردم، یا مثلا هدفونم. عملا واقعا اینجور چیزا. این یکی مانیتورم بچه، مانیتور ایسوزه، خیلی توضیحات خاصی نداره. اینو اول خریدم، یه مدت با این بودم، بعدش اینو خریدم. صندلیم هم که بچه‌ها قبلا راجعش خیلی صحبت کردم، خیلی وقت، یعنی این خیلی وقت اینو دیگه گرفتم. عملا صندلی یکی از یعنی واقعا نیاز اولی است. ببخشید چقدر دور رفت. اگر احیانا خواستم زیبا بیاد، از نزدیک زشتم ها دیگه. اگر احیانا کسی هستید که زیاد پشت میز میشینید، واسه هیچی هزینه نکنید جز صندلی در وهله اول. واقعا هنوزم واسه صندلی خرج نمی‌کنی؟ خب اشتباه می‌کنی. آها آها خیلی خزبوت خوشم نمیاد. درستم. باز برام همه کنه بچه. اگه خزبوت تو کامنت بگید. اگه خز نبود تو کامنت ها نگفتن آبود رفت چه؟ خوب بذار من تو رو نشون بدم. بدم سلام کن. سلام خوبی؟ چرا به ویوورا بگو چرا تو ویدیوها نمیای؟ چرا نمیام؟ میام. کی گفته نمیام؟ ما یه بارم نمیام. من وقت نمیذارم. بچه ها اینم که کارت صدامه برای میکروفون و این داستان ها، ولی خب کارت صدای خیلی ضعیفیه، ولی خب کار را میندازه. حالا کار ندارم، اینا چیزایی که حالا چیزایی که نشون ندادم یا ندیدید اینجا، اینا همه چیزایی که یا مهم نیست خیلی یا قبلا نشون دادم. بچه هدفم از گرفتن روم تور اولا فقط جدت اینه که نشون بدم همین که خودم حال میکنم، واقعا نشون بدم که کجا دارم کار میکنم. شما که دیگه هر روز منو میبینید پشت دوربین، بدونید کجا جلوم چیه. همیشه پشتمو دیدید ولی جلوی رومو ندید و خیلی بیاده میشید خاک تیزه. یکی این مورد بچه، یه مورد دیگه این که بچه من خودم به شخص روم تور نگاه میکردم، واقعا لذت میبردم و خودم دوست داشتم، مثلا خیلی چیزا یاد میگرفتم از اون وسایل. هدف بعدی من همینه که شما خودتون حال کنید، یاد بگیرید. اگه چیزی از نکته ای از در مورد مثلا دوربین خودم، من 20 تا ویدیو دیدم تا فهمیدم چی به چی. البته محمد دارکل هم کمکم کرد که اون قدم دوربین داشت. این از اتاق ما. فقط راجع به این نورا هم بگم بچه، دو تا سافت باکس دارم که پیشم ببینید از این لامپا میاد، از این لامپای معمولی خونمون هاست و کم مصرف ها، ولی خب از زمانی دوربین گرفتم فقط یکیش رو روشن میکنم، اون یکی زیاد نیاز نیست. چرا؟ چون لامپ اضافه خاموش. Exactly bro, exactly sister. Sister. من گوشی تو گوشه گذاشتم، ها اینجا
گمش کن بنداز بشکن. گمش کنم با بندازم بشکنمش تو فرق داره. آخر انتخاب کن. گمش کنم بندازم بشکن. بیا این ور که نور نزنه تو صورتت. هرجور جرأت داری. تو اینجا صدای زدمش مثلا زمین. این بود از بعد مثل که فیلم بردارم یکی از من تشکر کنم. تشکر میکنیم از خانم بهاره که امضا اومدن دستشون در نکنی دوزمین و آسمان گرفتن نقش پایه رو بازی کن. دست شما در نکن پایه متحرک خاک بسته. امیدوارم که حال کرده باشید، عشق کرده باشید. تنها باگ این اتاق که دارم اینه که صدا میپیچه یکم، باید اینم درست کنم. تنبلی میاد واقعا. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و اینکه بزنم یه نزدیکتر. خیلی دوستتون دارم دوستانم. بوس میدید تم. خدافز اینم بد شد. این خیلی بد شد جدا میگم. نه عذاب. این عالیه. همینو بذارید تو.